درود با 180 ثانیه سه شنبه 30 مهر ماه همراه ما باشید. گزارش ها حاکیست سپیده قلیان فعال مدنی بازداشت شده در ایران از روز یکشنبه در اعتصاب قضا به سر میبرد. او در اعتراض به افزایش فشار به خانوادهش و بدرفتاری مسئولان زندان قرچک با زندانیان دست به اعتصاب قضا زده است. فدراسیون جهانی جودو میگوید برخلاف نظر مسئولان ایران سعید مولایی تقاضای پناهندگی نکرده است. به گفته این فدراسیون او در مسابقات جهانی توکیو از طرف معاون وزیر ورزش و رئیس کمیته ملی المپیک ایران تماس‌های ویدئویی دریافت کرده و از او خواسته شده از مبارزه با حریف اسرائیلی طفره رود. وزارت اطلاعات ایران اعلام کرده شماری از بهائیان در شیراز که قصد تحت شعاع قرار دادن پیاده روی اربعین را داشتند بازداشت شدند. برخی خبرگزاری‌های داخلی مدعی شده بودند بازداشت شدگان قصد برگزاری جلسات و محافل خصوصی داشتند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در جریان یک سخنرانی به سیاست خارجی دولت ترامپ اشاره کرد و گفت تا وقتی حقیقت را آنطور که هست نبینیم نمیتوانیم سیاست‌های خارجی مناسبی اختیار کنیم و حقیقت این است که جمهوری اسلامی یک متخاصم است و نه قربانی. مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده نیز در جریان بازدید از پایگاه شاهزاده سلطان در عربستان سعودی گفت این نیروها و پشتیبانی برای بازدارندگی در مقابل ایران است. در حالی که ساعتی تا پایان آتش‌بس 5 روزه بین نیروهای ترکیه و نیروهای کرد باقی مانده است، رئیس جمهوری ترکیه گفت اگر آمریکا به وعده‌های خود عمل نکند، عملیات چشمه صلح با عزم بیشتری ادامه خواهد یافت. وحید قبادی دانا، رئیس سازمان بهزیستی، از موارد متعدد نقض بخشنامه منع پذیرش و یا قبول منافع متعارض در سازمان بهزیستی خبر داد. به گفته او 1100 نفر از مدیران در سازمان بهزیستی مراکز غیر دولتی یا مؤسسات مختلف وابسته به بهزیستی دارند. ارتش لبنان شامگاه دوشنبه با حضور گسترده در ورودی‌ها و مرکز بیروت از تعرض انصار حزب الله و طرفداران جنبش عمل به تظاهرکنندگان لبنانی جلوگیری کرد. خودروهای ارتش لبنان در ورودی‌های بیروت مستقر شده و از ورود موتورسیکلت سواران به مراکز شهر ممانعت کردند. امپراتور ناروهیتو 126مین امپراتور ژاپن امروز سه‌شنبه طی مراسم باشکوهی در توکیو پایتخت ژاپن و با حضور مقاماتی از 180 کشور جهان رسما بر تخت امپراتوری ژاپن نشست.